یه استخر استخراج درست میکنید و تمام منابعتون رو اونجا با هم شیر میکنید که قدرت این هش پاورتون بره بالاتر تا بتونید بیت کوین بیشتری رو با هم با کمک همدیگه استخراج کنید. و داستان کلود ماینینگ که براتون توضیح دادم. چند وقت پیش یه بحثی پیش اومد در خصوص اینکه گفتن اصلا ایران رتبه یک چیز رو داره، استخراج رو داره، نمیدونم، یا رتبه دو استخراج رو داره. اینا یه آدرسه غلطیه که داده میشه. ببینید روی این شبکه بلاکچین همه چی مشخصه، استثناها رو میگم بهتون، همه چی مشخصه. شما دارید کیف پول آدم ها، کیف پول های مختلف رو میرید، دقیقا میرید ترانزکشن چقدر بوده، از کجا آمده، به کجا رفته، ولی نمیدونی مال کیه، مگر اینکه ببره توی صرافی، اون صرافی مثلا چه میدونم اطلاعاتش در بیاد که در نهایت بگن که این مربوط به مثلا فلان کمپانی یا فلان آدم مشهوره، فلان هنرپیشه است. به همین واسطه از مدت ها قبل دانشگاه کمبریج یه متدولوژی طراحی کرد برای اینکه بتونه نقشه استخراج بیت کوین رو در دنیا رسم کنه، و این نقشه به صورت آنلاینه. خب این هم مثل بقیه مواردی که با آی پی ایران کار نمیکنه، مجبوریم که از فیلتر شکن استفاده کنیم. این اتفاقی که افتاد امروز، من با 15 دقیقه تاخیر اومدم، من این فیلتر شکن رو نصب وصلش کردم، این سایت رو آوردم بالا، cbci.org mining دات مپ و آندرلاین مپ رو آوردم. و اینکه نمیدونم چه اتفاقی افتاد که دستگاه خیلی سرعتش اومد پایین و مجبور شدم که ریستارت بکنم، و همزمان با ریستارتم ویندوز آپدیت شده بود، منتظر بودم تا اون نصب بکنه و یه مقدار با تاخیر من اومدم. و الان اگه این کار انجام بدم میترسم دوباره به همون مشکل بخوریم، بازم زمان کلاس از دست بدم، به همین خاطر این کار انجام نمیدم. لینک رو برای شما گذاشتم. ببینید محدودیت های این تحقیق مربوط به VPN هایی هستش که ماینرها در سراسر دنیا استفاده میکنن، چون این داره چی میگم گرای نقطه زن میده دیگه. الان دارم میگم 20 تومن میدیم هر کی لو بده فردا، خب این همه نقشه ها مشخصه دیگه، کی کجا تو کدوم پستو داره ماین میکنه. و به همین خاطر این کشورهایی که ممنوعیت قانونی دارن یا محدودیت هایی برای استخراج دارن، اکثر ماینرها میان از این VPN ها و روش های متداول به اون استفاده میکنن. بعد یه نکته جالبی داره، من مثال چیزو براتون زدم، رشد قیمت طلا، رشد قیمت سنگ آهن و بسیار. ببینید قیمت طلا یه سری چیزها رو میگن تحلیل بنیادی یا فاندامنتال. تو تحلیل های بنیادی شما میر پترن های بلند مدت رو بررسی میکنی، رفتارهای جمعی رو میبینی. قیمت طلا هر ساله با شروع عید چینی ها، عید هندی ها و عید مسلمون ها افزایش پیدا میکنه. علتش هم چیه؟ تو این اعیاد خب اینا این فرهنگ ها به این قائل هستن که به هم کادو بدن، و خب کادوی طلا میدن. تو بیشتر مراسم عروسی و ازدواج و عقد و اینجور مسائلشون رو طوری توی این تایماشون میگیرن که حالا به هر حال اعتقاد دارن که شگون داره و طلا کادو میده. این تقاضای طلا رو میبره بالا، و این چند تا فرهنگ که جمعیت قابل تحمل هندوچینش نصف جمعیت دنیاست، مسلمان هم خب به همین منوال عدد قابل توجه میشه، این سه گروه تقاضای زیادی رو به بازار تزریق میکنه. یا بحث سنگ آهن، بزرگترین تولید کننده آهن در دنیا چین هست و بزرگترین صادر کننده یا دارای منابع طبیعی سنگ آهن استرالیا، و بعد ایران و چند، حالا این رتبه ها با هم هر سری بر اساس معادنی که پیدا میشه تغییر پیدا میکنه. چینی ها مثل ما اعیادی دارن، عید مثل عید سال نو دارن که تو اون تایم هم مسافرت میرن، این از این شهر میره اون شهر، این از اینجا میاد، هر حال این داستان دارن که تردد ماشین های سنگین ممنوع میشه با توجه اون جمعیتی که اونا دارن. و
به همین واسطه قبل از این شروع سال نوشون قیمت سنگ آهن رشد میکنه، به خاطر اینکه تقاضای چین میاد تو بازار. این شرکت ها و کمپانی هایی که در حوزه تولید فولاد کار میکنن، ورق های فولادی، بیلت و و و میان خریدشون زودتر انجام میدن از بازار و این تقاضای سنگ آهن میبره بالا، پس درنتیجه قیمتش میره بالا. اینا رفتارهاییه که شما باید در بازار پیدا کنید، مثل همون چیزی که با هم صحبت کردیم تو بیت کوین. مثالش چی بود دوستان؟ میخوام ببینم اصلا بیدارن بقیه، ما فقط اینجا یه آقای باقری میبینیم، یه آقای احمدی میبینیم، آقای عقیقی میبینیم و آقای جوادی پور. بقیه بیدارن؟ بذار ببینم، خانم سحر، آقای علیرضا، خانم فاطمه، خانم فهیمه کاشانی، همه بیدارین دیگه. خب خدا رو شکر، به هر حال میدونم سخته ها، یکی بشینه سر کلاس بود خوب بود، باز یه مقدار فضا عوض میشد، ولی از پای کامپیوتر خیلی خود سخته. بسیار عالی، بسیار عالی. خب آیه مروجی عزیز، علی رضا خان، خاطرتون هست از این مدل پترن که رفتار تکرار شونده بود توی بیت کوین چه مثال هایی رو تو جلسات قبلی زدیم؟ البته شما فکر میکنم تو اون جلسات باید ویدیوشو ببینید، حالا اگر تماشا کردین، حضور ذهن دارین، ممنون میشم اشاره بفرمایید. خانم دهقانی هم همینطور، آفرین آقای شعبانی، بررسی وال ها بود، حرکت وال ها دیگه چی از اینه که رفتارهای تکرار شونده. یه بحثی داشتیم، گفتیم که هر موقع این اتفاق بیفته قبل از اون، بله خب ما از آقای مروجی میگذاریم. بله آقای باقری دقیقا درسته، فورکه که بله آقای شجاعی، آفرین آفرین آقای شجاعی، هر 4 سال یک بار اتفاق میفته. هافینگ بسیار هم عالی، هافینگ فورکه هر 4 سال یک بار نیست، فورکه بر اساس چیزه، هر 4 سال یک بار هم این توی میاد عرضه ماینرها. بعد ببینید اینا رفتارهای تکرار شونده است. پس اگر من به غیر از تحلیل تکنیکال، یعنی فقط تحلیل تکنیکالی به موضوع نگاه کنم، یه فاز، یه سینوسی، یه فاز سینوسی دیرتر به قول دوستان بورسی دست به ماشه میشه که بخرم یا بفروشم. پس این نکته نکته مهمیه که من به این مسئله دقت بکنم. حالا این همه حرف زدم که چی رو اشاره بکنم؟ که بگم دقت داشته باشین که بر اساس اوضاع و احوال آب و هوایی چین، از استان سیچوان، اگر دوستانی که خود اونجا رو خیلی بهتر از من شاید بشناسن، اگر تلفظم اشتباهه اصلاحش کنید، استانی اینم سیچوان دارن دیگه فکر میکنم، که نزدیکش یه سد بسیار بزرگیه و فصل بارون که میشه اینا نمیتونن پشت سد همینطور آب و ذخیره کنن، مجبورن آبو از مسیر خروجیش بدن بره تا هم لایروبی اون زیر بشه، همین که یه ظرفیتی از آبو بتونن همچنان خوش نگه دارن، مبادا مثلا سد شکسته شه یا پایین دست سیل بیاد. به واسطه این برقی که از طریق توربین های آبی ایجاد میشه و اینا مجبورن که این کارو کنن، قیمت برق به قول معروف ببرو ببره دیگه، خیلی ارزون تر از جاهای دیگه است. همونطور که شما مثلا تو کشورهای دیگه میبینید قیمت بنزین بر اساس فاصلش، یعنی هزینه هم نقش موثری داره. شما بنزین اگه توی بندر بزنید خیلی براتون ارزونتره تا وسط یک کشور بزنید. حالا ما توی ایران این قیمت همه جا یکسان هست، ولی تو خیلی کشورها اینجوری نیست. در نظر داشته باشین که این فصل بارونی باعث شده که یه سری ماینرها بیان برن توی نزدیک این سده شروع کنن ماین کردن. وقتی که عوض میشه، فصل تغییر میکنه، اینا میرن سمت مغولستان، میرن اونجا از این ظرفیت استفاده کنن و خب به هر حال زمان میبره از اینجا جمع کنن برن اونجا. تو اون تایما میزان تولید بالاتره، پس مثلا شاید قیمت خیلی رشد نکنه. اون جایی که اینا خاموش میکنن، میخوان کوچ کنن برن سمت دیگه، یه دفعه میبینی قیمت تغییر میکنه. توجه به اینا خیلی اهمیت داره. در خصوص اینا کلی مقاله میتونید پیدا کنید. چین حدود با 65% هش ریت، یعنی نرخ استخراج،
در صدر جدوله و خب بعدش آمریکا، روسیه، قزاقستان، مالزی و ایران با اختلاف زیادی از سایر کشور. من این جدول رو آوردم این زیر فقط